بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری خدمت تمامی شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب افغان 1-2-3. باز هم برگشتیم با مسابقات پهلوانی از سری برنامه ها و مسابقاتی که در ولایت بادغیس در منطقه پستلیق برگزار شده بود. ما هم سلامی دارم، امیدواری این هستم تمام دوستان عزیز ما خوب و صحتمند باشند و قسمت دیگری از مسابقات پستلیق آماده نشر شده. از شما عزیزان میخواهیم که تا آخرین لحظات این برنامه با ما همراه باشند. بله، مسابقات پستلیق در روز جمعه گذشته برگزار شده بود و مردمان زیادی از گوشه و اکناف ولایت هرات و بادغیس و در کل حوزه غرب، حتی از سایر ولایت افغانستان نیز به اینجا اشتراک کردند و مسابقات را از نزدیک تماشا کردند. قسمت های جذاب و نمایشی از پهلوان ها ما در قالب برنامه های گذشته خدمت شما عزیزان به نشر رسید و حالا در این برنامه ببینیم که کدام پهلوان ها وارد میدان میشن و امیدواریم که مسابقات جذابی در راه باشه. کم کم نزدیک میشیم به دیدارهای جذاب و تقابلهایی که میشه گفت که در روزهای آخر برگزار شده و بین پهلوانانی که آمادگی گرفتن و میشه گفت که استراحتی را هم داشتن. به همین خاطر این مسابقات جذابتر شاید باشه، چون پهلوانا به سبکهای یکدیگر یا به فنهایی که دیگه استفاده کرده بودن یا همچنان میشه گفت که یک تجربه از یکدیگر به دست آوردن و وارد این مسابقات خواهند شد. ببینیم که چی میشه و کدام پهلوانا وارد میدان میشن و البته مروری هم بر قسمتهای گذشته داره، البته قسمت گذشته ای که روز پیشتر یا در قسمت قبلی نشر شد. در دیداری دیدیم که نسیم شاه همراه بایدم وارد مسابقه شده بود، اما این مسابقه بدون کدام نتیجه‌ای به پایان رسید و یا اینکه جرامدی نداشتند و نسیم شاه با بایدم میبینیم که گفتگویی داره و این پهلوان ها نتوانستند که وارد میدان بشن. بله، نسیم شاه سخیزاده و بایدم پهلوان که مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند و پهلوانیشان انجام نشد و مسابقه دیگری که در برنامه گذشته خدمت شما عزیزان به نشر رسید، دو پهلوانی از قندهار و بادغیس مقابل یکدیگر قرار گرفتند و همچنین دو پهلوان دیگری از ولایت قندهار و بادغیس در روز پهلوانی های جشن گل پسته در این منطقه به مسابقه پرداختند که مسابقه این دو پهلوان به نشر رسید و همچنین نصیر صوفیزاده مقابل پهلوان قندهاری شکست خورد که این پهلوانی هم از دریچه کانال یوتیوب افغان 1-2-3 در برنامه های گذشته خدمت شما گرامیان به نشر رسید. حسیب جان، نکته ای که باید یادآور باشم و کسانی که به پستلیق سفر میکنن باید در نظر بگیرن، حفاظت محیط زیسته. به خاطر این که خیلی کسانی که البته محیطی که فعلا مردم به اینجا قرار دارن یا محیط خود پستلیق یک محیط خیلی آسیب پذیریه. اگر شما خواسته باشیم که از زیبایی های این منطقه لذت ببریم باید خیلی متوجه باشیم و خیلی حفاظت بکنیم. میبینیم که باز هم تک اعلان شد و پهلوان ها راهی مسابقه میشن و یکی به خود انتخاب میکنن. ببینیم که در این مسابقه چی میشه، کدام پهلوان با کی وارد مسابقه خواهد شد. جالبه که دست یک دیگر میگیرن و بعضی ها حاضر به مسابقه با بعضی نیان، یعنی حاضر نمیشن که حریفی که انتخاب شده با خود به مسابقه یا به داخل میدان با او حریف وارد بشن. در اینجا هم شما میبینید که پهلوان ها تلاش ایر دارن که حریفی که انتخاب کردن حتما با او مسابقه بدن و یکی از پهلوانان نامدار و یکی از کسانی که آینده درخشانی داره میبینیم وارد میدان شده، میهن جمشیدی. و البته فکر کنم این پهلوانی که وارد شده از خود قلعه نو است، یک مسابقه دوستانه و کاملا مسابقه جذاب که در راند اول میهن جمشیدیه که برنده میشه. بله، در تکرار صحنه ببینیم میهن جمشیدی با لباس نباتی در مقابل او حریف او با لباس سیاه به میدان آمده که کجر استفاده کرد در راند اول و موفقیت به دست آورده بود. قبل از این برادر او میلاد جمشیدی هم با تساوی 1-1 مقابل حریف خود خورزایت داد و اینجا میهن جمشیدی از ستاره های آینده میادین پهلوانی و به خصوص میدان پهلوانی ولایت هرات که در مقابل حریف خود تا اینجای کار پیروز مسابقه شده و ببینیم که در راند دوم آیا باز هم مجددن میتونه که پیروزی به دست بیاره و در یکی از میادین بیرون ولایتی به پیروزی برسه یا خیر. نمایی است مردم شما میبینین که آمدن برای تماشای مسابقات پهلوانی در منطقه پستلیق و منتظر این هستن تا روند دوم بین میهن و حریف او از قلعه نو
آغاز بشه. میهن یکی از کسانی که در خانواده پهلوان پرور بزرگ شده و اینجا از حرکت زیبای زنگه راسته استفاده میکنه. در چند تقابل اخیری که داشته میهن اصلا شکست نخورده و همیشه پیروز بوده و میشه گفت که یکی از آینده ها و یکی از ستاره های درخشان میدان پهلوانی یا ولایت هرات خواهد بود. کسی که در چند تقابل اخیر در میدان خواجه عبدالله انصار، در میدان کورت، در هر جایی که مسابقات برگزار شده اصلا شکست نداشته و اینجا هم وارد میدان بادغیس در پستلق شده و دیدیم که حریف چگونه و با چه حرکت زیبای شکست میده. بله میهن جمشیدی، طوری که قبلا خدمت شما عزیزان عرض کردم، در روند اول خوب کار کرد و در روند دوم هم مقابل عریف خوب پیروزی رسید. چهره حاجی عثمان و همچنین سایر علاقمندان به رشته پهلوانی رو میبینیم و همچنین پهلوانانی از ولایت هرات، از جمله محبوب صوفیزاده که برای مسابقه در اینجا آمده بود که در اولین برنامه کشتی محبوب صوفیزاده خدمت شما عزیزان به نشر رساندیم که به پیروزی رسیده بود. حالا دو پهلوان دیگر وارد میدان مسابقه شدند. پهلوان قدرتمند ولایت بادغیس یعنی بهنام با لباس آبی وارد میدان شده همراه پهلوانی که لباس سفید پوشیده از ولایت قندهار. تقابل جذابی خواهد بود. هر دو از سنگین وزنان این دیدارن و دیدیم که در راند اول پهلوان قندهاری موفق تر عمل میکنه و کمر بهنام به زمین میزنه. بهنام یکی از کسانی که در مسابقاتی که در سال گذشته در ولایت بادغیس هم برگزار شده بود نتونست که یک نتیجه خوبی به دست بیاره در مقابل پهلوانان ولایت هرات. در این جا ببینیم که آیا در مقابل پهلوانان قندهاری چگونه ظاهر خواهد شد. در راند اول شکست خورده و اینجا راند دوم آغاز شده. هر دو پهلوان تلاش میکنن تا یکدیگر به زمین بزنن. میبینیم که بهنام چه سنگین وزنه و چه پاهای بزرگی داره. در اینجا از حرکت کجه میخواه استفاده کنه که موفق نیه و بازم حریفی و تلاش داره که از حرکتی که داره استفاده کنه. ببینیم که این مسابقه به نفع کی به اتمام خواهد رسید. پهلوان قندهار که موفق میشه و پیروز این دیدار در مقابل بهنام میشه. ببینیم که تشویق میکنن او به نشانه پیروزی. یکی از کسانی که کار ساده ای نکرده از پهلوانان سنگین وزن ولایت بادغیس شکست داده و نسیم شاه هم ببینیم گفتنی های به خود بهنام داره. بله اینجا ببینیم چندین بار حریف بهنام هم از حرکت کجا میرفت استفاده بکنه، اما بالاخره در روند دوم هم پیروزی رو به دست میاره. ورزشکاری از ولایت قندهار. شما تکرار صحنه های پیروزی این تقابل رو میبینیم. چندین بار پای عریف گرفت تا از حرکت کجه استفاده بکنه، ناموفق بود. جایی که داورها هم حاضر بودن در صحنه و نزدیک بودن و این مسابقه رو تماشا میکردن و اینجا دستشان به نشانه پیروزی و حلال میشه گفت بلند میشه و با نتیجه 2-0 موفق میشه که ورزشکار موفقی از ولایت قندهار پیروزی رو به دست بیاره. جادار مژدگانی هم بودم به شما دوستان عزیزی که طرفدار پهلوانی و این ورزش دوست داشتنی هستین. قراره که مسابقات جذابی در ولایت قندهار برگزار بشه و پهلوانان ولایت هرات تشریف برن به ولایت قندهار. دوستان عزیز، همکار عزیز ما جاوید جان مصاحبه‌ای دارن با کسانی که شب و روز در تلاش حفظ جان مردمن. دوستان عزیز، مهربان، همیشه در تمام نکات ایده از عزیزای ما هستن که ما سلامتی خور مدیون از اونا هستیم و امروز در کنار ما عزیزای هستن که برای عزیزی که خدای نکرده اگر کدام ورزشکار آسیب میبینه رسیدگی بشه به زینا و واقعا از هر نگاه سعی کنیم فوق‌العاده بوده به مسابقاتی که ولایت بادغیس برگزار شده و میخواییم در قدم نخست معرفی کنن خود خور و از مسابقات بگن که چی رقم. سلام برادر. سلام جانش مجور است، بخیرین. اسم معین الدین، عضو تیم سی هستم از طرف ریاست سیتامه ولایت بادغیس و دفتر محترم صف و همچنین کلینیک سی سی ولسوالی آبکمری. فعلا نکو شکر الحمدلله گوشتی و میله و جشن که هستم با خوبی سپری میشه و بعضی پلان ها که هست آسیب میمونم، ما اینجا هستیم به خدمت. انشاءالله که همیشه سلامت باشین. خب در کل میبین فضا ما فضای تفریحه برادر و بیشتر خوبی بمینه که
کم شادتر برای حتی برای بیننده های که ما رو میبینه. میگم همین دکتر صاحب ها زمانی که مریض نباشه ناراحت میشم، این در چقدر حقیقت داره؟ نه دیگه، مریض که نباشه ما ناراحت نمیشیم، خوشحال میشیم که مریض. کاروبار شما خراب میشه؟ نه دیگه، ما کاروبار ما دیگه به سر مریض که نیستم. ما مریض هم که نباشه خوشحال هستیم، اگر باشم چون ما مستر خدمت هستیم، از این جامعه هستیم و مردم جامعه خدمت میکنیم. آخر گفتن اگر باشه خوشحال میشه؟ نه، اگر باشه یعنی مریض نباشه تو بهتر هست، ولی ما خوش هستیم که مردم جامعه صحتمند باشن. سید اگر گفتم با شما یک شوخی داشته باشیم و کم دیدام هم بخطن و همچنین شما هم کم ویتر رو تحصیل کرده شیشته بودیم محتر بودیم یکی نرم باشه واجری یک بود کنم و داخل نیدم تا برو تدوی کنم. نه خواهش میکنم کنم گفتی نیستن. نه ما با همین خاطر هستیم که کسی آسیب ببینه، یعنی انشاءالله در دقایق اول بتنم با اون خدماتی که به دسترس داریم با اون اجرا کنیم. انشاءالله که همیشه موفق و کامگار و سربلند باشه. برو زنده باشین. تشکر از برنامه شما، از تلویزیون شما خوشحال شدیم. سلام باشیم. همچنین برادر بزرگ ما اینجا هم در کنار ما هستن و میخواین با اونا صحبت داشته باشیم. اجبرار عزیز، نام مبارک شما. سلام خدمت شما برادر محترم. نام من برهان‌الدین قافوری است، از طرف دفتر صف نظر ویدئات ریاست محترم سایت عامه همراه همکارای ما که از کلینیک سی سی و کمری به ایسا استخدام شدن. من از طرف خود دفتر همراه جناب مریم در جریان سه روزی که به پستلیق اینجا محفل است، ما بتونیم که به وطن عزیز خود کمک بکنیم، خصوصا به پهلوانایی که در جریان مسابقه اگر خدای نخواسته آسیب میبینن، ما بتونیم به اونا خدمت بکنیم. با مقدار کافی ما دوا داریم، از طرف دفتر به ما دوا داده شده دیگه. 24 ساعت به خدمت دیدن هستن، چی شب چی روز. حتی محفل که خلاص میشه در کمپ ما میاین، ما با اینا دوا میتیم، تداوی میکنیم، به خدمتشون هستیم. انشاءالله که همیشه موفق باشید. چقدر مسابقات لذت بخش بوده تا اینجا کار پهلوانان زیادی مسابقه انجام دادن. والا ما خب خوشیم که بسیار لذت بخش به این است، به خاطر از اینکه به طول تاریخ که ما میبینم پرشورترین محفل همینجا است، به خاطر از اینکه ای تو یک جای مقبول، ای تو موقعیتی که مردم همه جمع شدن از چند ولایت مختلف اینجا آمدن، خیلی لذت بخشه. ما مصادق واقعا که لذت بخشه. حالا اونا که میبینیم بسیار خوشحال میشیم. و خوشحالی من به این است که وطن ما فعلا امنیت است. خیلی همی امنیت تاثیر خود داره، به خاطر اینکه اگر امنیت نباشه مردم قدر اینجا جمع شده نمیتونن. خیلی محفل خوشاینده با ما واقعا خوشاینده است. انشاءالله همیشه موفق باشیم. بله، مسابقات ملی و عنعنوی افغانستان واقعا در هر گوشه گوشه کشور که برگزار میشه همه مردم لذت میبرن و ما امیدواریم که امروز مردم زیاده که تشریف آوردن از تمام ولایات به این مسابقات خوبه باشه. و نتیجه چگونه بوده به نظر شما؟ کدام ولایت پیش بوده نسبت به حریف خود؟ والا تا جایی که ما مشاهده میکنیم مدت 3 روز میشه، به نظرم که پهلوانای بادقیس پیش هستن، به خاطر خیلی پهلوانای فوق العاده خوب دارن، خیلی هم پهلوانای با قوت دارن، قوی هستن. پهلوانای دیگه هم واقعا خوب هستن. خب به نظر من پهلوانای بادقیس برنده هستن تا فعلا. سلامت باشین. خیلی ممنون. رای کدام پیام داشتین؟ تشکر، کدام پیام خاصی نداریم. تشکر از شما که زحمت میکشین اومدین. پیام خاصی نداریم، سربلندی مردم خدا میخوایم با هر جایی که باشن موفق باشن. تشکر. بله جاوی جان، صحبت خیر داشتن با کادر پزشکی حاضر در میدان پهلوانی پستلیق که در روزهای پهلوانی و جشن گل پسته در این منطقه حضور داشتن. تو مبادا اگر پهلوانی یا ورزشکاری دچار مصدومیت میشه، عاجل به وضعیت صحی او رسیدگی بکنن. مردمان زیادی در اینجا برای دیدن مسابقات پهلوانی تشریف آوردن. تا اینجای کار مسابقات جالبی در قالب این برنامه برگزار شده و به نشر رسیده خدمت شما عزیزان. امیدواریم که همچنان لذت برده باشین. حالا دو پهلوان دیگر وارد میدان مسابقه شدن. محمد یونس سیدی با لباس سبز در تقابل با او، حریف او با لباس سرمه‌ای از قلعه‌نو وارد میدان شده. ببینیم که از بین این دو ورزشکار کی میتونه که موفقیت به دست بیاره. یونس سیدی از کلپ پهلوانی اتفاق حالا در روند اول به پیروزی میرسه. خیلی خوب کار کرد و موفقیت به دست آورد در روند اول و کمر حریف هم وزن خود خورد که از
قلعه نو یا ولایت بادقیس مقابل او حاضر شده بود شکست داد. تقابل هرات بادقیس تا اینجای کار 1-0 مسابقه به سود محمد یونس سیدی بود. زمینی که در تکرار صحنه میبینیم این گونه کمر حریف رو به زمین زد و پیروزی در روند اول را کسب کرد. یونس سیدی در این مسابقات توانست که خیلی خوب ظاهر بشه و همچنان حریفایی که در مقابل او قرار گرفتن شکست بده. در اینجا هم دیدیم که پهلوانی که از ولایت بادقیس وارد مسابقه شده بود شکست داد. و البته بعضی از مسابقات هم هست که فقط یک روندش و در روندهای بعدی میشه گفت که چون مسابقات دوستانه بود، بعضی کسای دیگه‌ای که دوست داشتن با او وارد مسابقه بشن به مسابقه پرداختن و از یونس سیدی هم همچنان چنین شد. در راند بعدی در مقابل یکی از پهلوانان دیگر قرار گرفته. این پهلوان کسی است که در روزهای پیش ما شاهد مسابقه بودیم که امید ارباب شکست داده بود و در اینجا در مقابل یونس سیدی قرار گرفته. ببینیم که آیا یونس انتقام امید را میگیره یا خیر. بله، یونس از کلاب اتفاق و همکلپی امید هم از اتفاق بود که مقابل این چهرهی که مقابل یونس قرار گرفته شکست خورده بود. حالا در روند اول یونس سیدی تا اینجای کار پیشتازه، حریف او هم خوب کار میکنه، اما اینجا مقابل یونس مغلوب میشه در روند اول. ببینیم در تکرار صحنه، مسابقه خیلی جالبیه. امید مقابل این ورزشکار شکست خورده، یونس آمده تا انتقام همکلپی خودش بگیره که تا اینجای کار پیش آمده، خوب کار کرده و پیشتاز بوده و در روند اول به پیروزی رسید. حتی اگر کمر حریف خود هم به زمین نمیزد، چون دست خودش رها کرده بود حریف محمد یونس، مسابقه باز هم به سود یونس میشد. و ببینیم که روند دوم چگونه و به سود کی این بار به اتمام میرسه. روند دوم هم یکی از میشه گفت که حساس‌ترین روندهایی خواهد بود که یونس سیدی با کسی که در مقابل او قرار گرفته وارد مسابقه خواهد شد. دوستان عزیز، با هم میبینیم که یونس چگونه حریفش شکست میده. واقعا هم یکی از قدرتمندان میدان یا یکی از قدرتمندان هرات یونس شده. دوستان عزیز، تشکر از همراهی همه شما که تا این قسمت همراه ما بودین. البته هنوزم مسابقات پسلق ادامه داره. از شما میخوایم که همچنان کانال یوتیوب افغان 123 تعقیب بکنیم. تکراری از پیروزی ها رو میبینیم. با دیدن اینا شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. بدرود.